با منو پنهان شده از دل سلامت می کنم ای با منو پنهان شده از دل سلامت می کنم تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم گه همچو باز آشنا بر دست تو بر می زنم گه چون کبوتر بر زنان آهنگ بامت می کنم گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنم گر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل می زنم ور حاضری پس من چرا در سینه دامت می کنم دوری وطن لیک از دلم اندر دل تو روزنیست دوری وطن لیک از دلم اندر دل تو روزنیست سن روزن دوستید من چون مه پیامت می کنم ای آفتاب از دور تو بر ما فرستی نور تو ای جان ار محجور تو جان را غلامت می کنم من آینه دل راز تو اینجا سقالی می دهم من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم در گوش تو در هوش تو و در دل پر جوش تو در گوش تو در هوش تو و در دل پر جوش تو اینها چه باشد تو منی بین وصف آمد می کنم ای دل نه اندر ماجرا می گفت آن دل بر تو را هرچند از تو کم شود از خود تمامت می کنم ای چاره در من چاره گر حیران شو و نزاره گر بنگر کز این جمله سوار این دم کدامت می کنم گه راست مانند الف گه کش چو حرف مختلف یک لحظه پخته می شوی یک لحظه خامت می کنم گر سالها ره می روی چون مهره در دست من گر سالها ره می روی چون مهره در دست من چیزی که رامش می کنی زان چیز رامت می کنم
باز میخوایم فقط دو نکته تذکر بتوم. اولی که درود بفرستیم بر روان پاک شهدای دوشنبه سیاه که قربانی دهشت افغانی و تروریسم شدن، به ویژه عده از خبرنگاران ما که تلیدار دموکراسی، آزادی بیان و تحصیل کننده دسترسی به اطلاعات در این کشور هستند. نکته دوم هم ای که پس فردا اینستیتوت مطالعات استراتژیک شعبه هراتش از 1012 سال روز پیر هرات خواجه عبدالله انصار تجلیل به عمل می آید و امیدوار هستم که کسایی که در هرات هستن در این برنامه شرکت بکنن و فیض ببرن. حال بیایم بالای تحقیق که امروز رونمایی میشه، ادراک نخبگان افغانستان از جمهوری اسلامی ایران در راستای همکاری های علمی در سطح منطقه. این اولین تحقیق است که اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در هماهنگی و همکاری با دانشگاه علامه طباطبایی و افزون بر از مرکز همکاری علمی و بین المللی وزارت علوم تحقیقات فناوری جمهوری اسلامی ایران انجام داده است. اهمیت این پژوهش از آنجا برجسته میشه که کشورهای منطقه افغانستان و ماحولش در شناخت باهمی در از یکدیگر تقریبا دچار یک نوع چالش و مشکل هستند و این بدون شک یک چیز طبیعی است که ایجاد دولت‌های مدرن در این منطقه، آمدن استعمار و آخرین پدیده هم نظام‌های ایدئولوژیک در افغانستان و کشورهای منطقه، شناخت باهمی و تماس متداوم را از کشورها گرفته. بدون شک انجام چنین تحقیق نه تنها از نگاه مکانیزم و راهکار که همکاری علمی بین دو کشور است، بلکه از نگاه محتوا که در حقیقت تحقیق میخواد برجسته بکنه که ادراک و شناخت نخبه های افغانستان از جمهوری اسلامی ایران و سیاست هایش و ختمش هایش در منطقه چی است. بدون شک انجام تحقیق کنش محور و در ادامه از او ایجاد ختمش هایی که مطابق و همردیف با دانش پژوهش محور باشه یکی از اولویت هاییست که اینستیتوت میخواهید او ارس همکاری داشته باشم. بیشتر وقت نمیگیرم. در برنامه امروز ما سه تا مهمان داریم. جناب آقای دکتر سردار رحیمی، پژوهشگر اینستیتوت و معین وزارت معارف افغانستان، آقای دکتر غلامعلی چکنیزاده نویسنده گزارش و آقای دکتر علی اصغر داودی. من هر کدامشون خوش آمدید میگم. در آغاز من از آقای دکتر رحیمی خواهش میکنم که به عنوان کسی که همکار پژوهش و مرورگر این پژوهش بودن نظریات خودم مطرح بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران صبح شما بخیر. امیدوارم که روزهای پرخطر کابل بخیر همه ما شما بگذرانیم تا شب و روزهای پیش رو هم روزهای سرشار از امنیت و صلح و ثبات باشه. آرزویی که همیشه داشتیم و امیدواریم که روز شاهد تحقق از او باشیم. اجازه میخوایم از منظر جناب بهرامی عزیز سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و از آقای دکتر مرادیان تشکر میکنیم بابت زمینه ای که ایجاد کردن برای تحقیق بسیار مهم و ارزشمند و کسب اجازه از محضر استاد و همکار عزیزم جناب دکتر داودی که در پنل تشریف دارن و جناب آقای عمر صدر گرداننده و همه مهمانان و عزیزانی که در این رونمایی حضور به هم رساندن. برای خودم بسیار مهم بود و جالب که در این تحقیق همکاری داشته باشم، بابت از اینکه بخش زیادی از عمر خودم حدود 30 سال در جمهوری اسلامی ایران گذراندم و زندگی و تحصیل خود در یک کشور انجام دادم و افغانستان من حیث کشور اصلی من، کشوری که در او در واقع تولد یافتم و متعلق به او هستم، در پیوستگی و همسایگی با ایران و روابطی که بین دو کشور وجود داره طبیعتاً دغدغه همیشگی ذهنی من و کسانی مثل من است که علاقه دارند به توسعه روابط بین دو کشور و ظرفیت هایی که به لحاظ منطقه‌ای در تعاملات بین دو کشور میتونه وجود داشته باشد و کمک بکنه به یکی دو ملت افغانستان و ایران بتانن از این ظرفیت ها استفاده بکنن برای توسعه، برای رفاه، برای امنیت. طبیعی است که پیوستگی تاریخی و تمدنی بین افغانستان و ایران باعث شده که گاهی اوقات ما او شناختی رو که از همدیگه به دست میاریم به دلیل این پیوستگی
شناخت کاملی نباشه یا نقاط ضعف و خالیگاه‌هایی رو داشته باشه، چون شدت علاقه، احساس، عاطفه، دین و باورهای مشترک، تمدن مشترک، فکر یعنی بر ما القا میکنه که ما یکی هستیم و طبیعتاً شناخت ما از همدیگر شناخت کاملی است. اما واقعیتی که همکار عزیزم هم اشاره کردن، جناب آقای صدر، شکل‌گیری دولت ملت در این حوزه جغرافیایی یا بعد از معاهده وستفالی و بعد از پیدای استعمار باعث شده که ما با موجودیت جدید نظم سیاسی به نام دولت‌ها مواجه باشیم که دولت‌ها مناسباتشان را در چارچوب منافع ملی، در چارچوب اولویت‌های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مشخص می‌کنند. طبیعتاً به هر دولتی مکلف است که در جستجوی منافع ملی حرکت بکنند، هم افغانستان و هم ایران. و ملت‌ها هم از دولت‌ها می‌خواهند که اولویت‌های منافع ملیشان را رصد بکنند. باز توجه به مسئله منافع ملی و بعد اولویت‌هایی که به لحاظ منافع ملی مطرح میشه، گاهی اوقات تضادها، تعارض‌ها و مسائل رو بین کشورها به وجود میاره که علارغم پیوستگی‌های دینی، تاریخی و فرهنگی باعث برخی از معضلات و مشکلات هم شده و میشه. و این واقعیت در واقع نظم سیاسی جدیدی است که بعد از وستفالی ما با او روبرو هستیم. در مورد ایران و افغانستان هم به نظر میرسه که همو علاقمندی و احساس و عاطفه و پیوستگی تاریخی و تمدنی گاهی اوقات غفلتی رو به وجود آورده برای هم نخبگان سیاسی دو کشور، منظور دولت ها، که برخی موارد و مسائل هست در تعاملات رسمی دو کشور و حتی در حوزه دیپلماسی عمومی که باید با نگاه دولت به دولت و نگاه منافع ملی به او نگرسته شود و در او چارچوب راهی برای دو یافته شود تا بتواند زمینه یه تعامل پایدار بین ملت افغانستان و ایران، بین دولت افغانستان و ایران به وجود بیارد تا هم امنیت، هم رفاه و هم توسعه ممکن شود. در این چارچوب تلاش مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی مانند انستیتوت مطالعات استراتژیک هم همی هستش که بتانه حداقل در سطح اول در حوزه منطقه روابط خودش رو با کشورهای همسایه به شمول افغانستان، به شمول ایران و پاکستان در چارچوب یک نظم تئوریک به رشته تحریر در بیاره، مطالعه بکنه تا ما بتانیم نقاط قوت، ضعف و چالش هایی که در رابطه ما با همسایه ها وجود داره رو به بحث و بررسی بگیریم. در رابطه با ایران وقتی که موضوع مطرح شد، چون من خودم این ذهنیت رو همیشه داشتم، من بارها در سفرهای علمی که در دو سال گذشته، سه سال گذشته بین افغانستان و ایران و افغانستان و پاکستان و هند شروع شده، این وجود داشت که بسیار از گله‌گذاری ها بین نخبگان سیاسی دو کشور، بین نخبگان فرهنگی وجود داره در موردی که رفتار همدیگر رو به درستی گویا درک نمی کنن یا درک درستی از تعاملات دو کشور در واقع به وجود نیامده. به مو خاطر نیاز به این بود که ما نگاهی داشته باشیم به صورت روشمند و آکادمیک به رویکرد نخبگان دو کشور نسبت به همدیگر، نسبت به سیاست‌های رسمی دولت‌ها، نسبت به دیپلماسی عمومی و خصوصاً در تحقیق نسبت به سیاست‌های رسمی در واقع دولت‌ها. و گام اولی بود که ما نگاهی داشته باشیم، چون آسان‌تر بود برای ما نگاهی به نگرش یا رویکرد نخبگان سیاسی افغان، نخبگان افغان به سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران. و منظور ما از نخبگان بیشتر دست‌اندرکاران مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که در تحقیق در واقع نوع اونها و شاخص‌های از اونها مشخص شده. و طبیعتاً در مورد روش‌شناسی موضوع، در مورد چگونگی پژوهش، برادر و استاد عزیزم جناب دکتر چگینی‌زاده توضیحات مفصل را خواهد فرمودن. من بیشتر به او جنبه‌های سیاسی و او پیامدهایی که تحقیق می‌تواند داشته باشه توجه خواهد کردم و ای که اهمیت در واقع تحقیق در چی هستش. در پایان در واقع تحقیق، وقتی ما نتیجه گیری میکنیم از تحقیق و در حوزه شاخص هایی که در واقع ما تحقیق رو در چهار حوزه سیاسی، امنیتی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی پیش بردیم و سرانجام بحث شاخص اعتماد رو مطرح میکنیم، دیده میشه برخلاف او ذهنیتی که در بسیاری از نخبگان دو کشور وجود داره، نخبگان سیاسی، نخبگان افغانستان، حالا منظور بیشتر نخبگان سیاسی که میگم به ذهن ما جا افتاده، نخبگان افغانستان، چون در تحقیق
نقطه به اون تعریف عامش اومده، یعنی گفتین در حوزه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و علمی و آکادمیک رویکردشان نسبت به سیاست‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان مثبت نبوده. یک یافته بسیار مهم بود و قابل توجه و اعتنا، چرا که این رویکرد میتونه بر اساس در واقع مدل ها و نظریه هایی که وجود داره در حوزه روانشناسی سیاسی، پیامد در واقع این رویکردها و نگرش ها میتونه تصمیم سازی باشه، تصمیم سازی در حوزه عمل کرده که دولت ها در حوزه رسمی میتونن انجام بدن. به مخاطر مهم است که ما اگر درک میکنیم یا در واقع به این نتیجه میرسیم یا تحقیق رو نشان میده که نگرش نخبگان یک کشور نسبت به سیاست های دولت همسایه یک دولت دیگر چگونه هست، بر مبنای از میتونیم ما بازخورد از رو در تصمیم گیری های رسمی خود انجام بدیم تا بتونه که منجر به بهبود روابط و تعاملات بین دو کشور باشه. تحقیق نشان میده که حدوداً 55% کسایی که ما به اونا مصاحبه کردیم از نخبگان افغانستان، نگاهشان یا نگرششان به سیاست‌های امنیتی ایران منفی بوده و 45% مثبت بوده. و البته در این حوزه هم خیلی سن نخبگان تاثیر نداشته و طبیعتاً ولایت‌ها کم و بیش مؤثر بوده، یعنی برخی از ولایت‌هایی که مثلا نزدیکتر بودن یا بعضی از ولایت هایی که گروه های قومی خاص رو شامل کردن شامل داشتن، نگاهشان به سیاست های امنیتی منفی تر و بخشی در واقع مثبت تر بوده. البته خب جزئیات در واقع این تحقیق در کتابچه‌ای که در اختیار شما هست وجود داره، میتونید نگاه بکنید، اما کلیتش این است که در حوزه اول که نگرش نخبگان افغانستان به سیاست های امنیتی ایران بوده، این مثبت نیست، منفی 55% منفی و 45% در واقع مثبت است. در حوزه دوم که نگرش به سیاست‌های اجتماعی در واقع جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بوده، نشان میده که 57% نخبگان افغانستان از سیاست‌های اجتماعی ایران در افغانستان راضی هستند و 43% ناراضی هستند. طبیعی است که باز در واقع نخبگانی که متعلق به گروه قومی خاص یا گروه مذهبی خاص هستند به نسبت در واقع معناداری نگاهشان مثبت‌تر و برخی دیگر نگاهشان منفی‌تر است. هرچند نکته جالب دیگر هم در حوزه سیاست‌های امنیتی هم در حوزه سیاست‌های اجتماعی، مذهبی و اقتصادی هستش که خیلی این تفاوت‌ها زیاد نیست، یعنی اینکه کلیت در واقع جامعه افغانی نگاهشان نسبت به سیاست‌های امنیتی ایران یا سیاست‌های اقتصادی یا سیاست‌های اجتماعی یا مذهبی ایران بازتاب داده میشه و او تمایزهای قومی، فرهنگی و زبانی فقط میتونه در جزئیات کمک بکنه در مورد سیاست گذاری، اما در کلیتش او روند روابط بین افغانستان و ایران رو نشان میده که در حوزه سیاسی امنیتی گفتیم منفی، در حوزه سیاست‌های اجتماعی تا حدودی مثبت، اما ایران باید در نظر بگیریم که حتی اگر همی 45% هم در واقع 43% هم از سیاست ناراضی باشن، خود از یک موضوع است با توجه به اینکه درک ما این هستش که باید هیچ نوع در واقع تقابل یا هیچ نوع تعارضی بین بین افغانستان و ایران با توجه به او دیرینه تاریخی و تمدنی وجود نداشته باشه. در حوزه نگرش به سیاست‌های اقتصادی، 59% از نخبگان از سیاست‌های اقتصادی ایران اعلام رضایت کردن و 41% ناراضی هستند. خود این 41% ناراضی یک در واقع موضوع مهم است که باید مورد توجه قرار بگیره با توجه به حجم بزرگ سرمایه‌گذاری و تجارت بین افغانستان و ایران، البته از طرف ایران به افغانستان در حوزه صادرات کالاهای ایرانی. این هم موضوع مورد توجه است که چرا 41% در واقع نخبگان افغان از سیاست‌های اقتصادی ایران در افغانستان ناراضی هستند و این میتونه در سیاست‌گذاری به صورت جدی در واقع مورد توجه قرار بگیره. در حوزه مذهبی به نظر میرسه که جایی است که بیشترین در واقع میزان رضایت وجود داره از سیاست‌های ایران در افغانستان، حدود 67%. برای ما هم جالب بود که یعنی درک عمومی بود که سیاست‌های مذهبی ایران در افغانستان محل چالش است، اما در عمل نشان داده شد که بیش از 67% 66% در واقع نخبگان نگاه مثبتی دارند به سیاست‌های مذهبی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. اما در مجموع چون وقت کم است و به ما اشاره کردن، در حوزه بحث اعتماد یا شاخص اعتماد نشان میده که حدوداً 1/3 افغان‌ها، نخبگان افغان نسبت به سیاست‌های ایران در 4 حوزه گفته شده بی‌اعتماد هستند. حدود 22% در واقع تا حدود اعتماد دارن و در مجموع همین 1/3 بی‌اعتمادی و در سیاست در نگاه نخبگان افغان نسبت به سیاست‌های ایران میتونه یک مسئله و موزل یا یک مشکل باشه که باید در نگاه رسمی در واقع نخبگان
سیاست گذارها یا در واقع دولت مداران جمهوری اسلامی ایران در مورد افغانستان متوجه قرار دیگر. خب چون فرصت کم است من زیاد در واقع بیشتر از این مصدی اوقات شما نمیشم، فقط یک نکته اشاره میکنم که در پایان این تحقیق احتمالاً در فاز دوم نگاهی خواهد داشت به نگاه نخبگان ایران به سیاست‌های جمهوری اسلامی افغانستان در ایران، تا در مجموع ما بتانیم که رویکرد نخبگان دو کشور رو نسبت به همدیگه مطالعه بکنیم، بررسی بکنیم، بر اساس دو این گزارش میتونه کمک بکنه به دولت مردان دو کشور که بر اساس یافته‌های تحقیق بتانن سیاست‌های رسمی خودشون رو در حوزه امنیتی، اقتصادی، مذهبی و اجتماعی تنظیم بکنن به گونه‌ای که باعث توسعه روابط و مناسبات بین دو کشور شد. بسیار تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار گرفت. خیلی ممنون جناب دکتر رحیمی. سخنران دوم و نویسنده گزارش جناب دکتر غلامعلی چکنی‌زاده هستند. دکتر صاحب صدای ما رو دارین شما؟ بله. خیلی خوش آمدین. خوشحال هستیم که از طریق اسکایپ شما را داریم. جناب دکتر چکنی‌زاده سند دکترای خود را از دانشگاه مطالعات سال برادفورد گرفتن و در سال 1988 به وضعیت دانشگاه علامه طباطبایی آمدن و تا اکنون مشغول تدریس در این دانشگاه هستن. دکتر صاحب بفرمایید، شما میشه حدود 10 تا 15 دقیقه وقت دارین سخنرانی داشته باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوشحال در خدمت هر چند غیر خصوصی هست. در ابتدا دوست داشتم ناراحتی و نگرانی اخباری رو که از کابل گذشته داشتم اعلام بکنم و امیدوار بکنم که ان شاء الله زندگی در آینده جان ما در کابل و آرام شیرین عبد ان شاء الله. خیلی مایل بودم حضور در خدمتتون باشم، ولی به شکر بگم آقای دکتر مرادیان خیلی مثل اینکه از حضور من به طور شخصی راضی نبودن، چون من رو دعوت مستقیم نکرده بودم برای حضور. از اینه که میخواستم بهتون بگم من برای عموم در افغانستان همیشه لحظه شماری کرده و میکنم. از کنم خدمتون که شاید دوستو نکته های دوستو رحیمی در دیتیل مسائلی رو مطرح کرده. من دوست دارم وارد دیتیل نشم، چون به نظرم میاد ممکنه تأثیرات غیر مستقیمی در نگرش خوانندگان داشته باشه. من دوست داشتم خواننده خودشون این گزارش رو ببینن و ارزیابی ازش داشته باشن و اگر امکان داشت در آینده نزدیک ما یه ارزیابی از مجموعی از دوستان داشته باشیم بسیار خوب خواهد. اما انگیزه های انجام این کار، من استنباطم این استش که قبل از اینکه وارد این بشم بذارم یه نکته ای رو بگم. من حساسیتم در خصوص افغانستان خیلی متأثر است از تلاشی که سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای بهرامی در صحبت‌های حضوری داشتن و اینجوری که شنیدم از آقای دکتر رحیمی مثل که جناب ایشون هم تشریف دارن و خواستم این تشکر رو از ایشون داشته باشم که تمام انگیزه های ابتدایی من شاید بخش مهم نیست در چشم از صحبت هایی باشه که من با ایشون داشتم. از ایشون سپاسگزارم به خاطر همه خیرها و برکاتی که در حوزه های متفاوت به سوی من به لحاظ علمی داشتم. اما چرا من به این کار مبادرت کردم؟ دوستان، من دانشجوی مطالعات امنیتی هستم. من استنباطم اینه که امنیت برای ایران و افغانستان که شیرد انترپرایز هست. این به ما میگه که افغانستان و ایران هر تصمیم امنیتی رو که خواسته باشن بگیرن باید بدونن که این تصمیم به شکل مستقیمی هم مرتبط با همه و هم تأثیرگذار بر هم. من استنباطم این بود که روابط ایران و افغانستان از یک گذشته ای برخورداره که اون گذشته
حتما نقاط مثبت و نقاط منفی رو داشته و بدون فهم این نقاط مثبت و منفی امکان تصمیم گیری در خصوص یک آینده شفاف، روشن و سازنده امکان پذیر نیست. از این منظر من باورم به این بود که لازمه یه آسیب شناسی گذشته ی روابط ایران و افغانستان داشته باشه و در این آسیب شناسی شاید اولین نقطه آغاز فهم برداشت‌های هر دو طرف از همدیگه باشه. از این رو من باورم بر این شد که شاید تمرکز بر این که چگونه ما فهم می‌کنیم همدیگر رو نقطه آغاز خوبی باشه. تو اینجا من دوست دارم با کمال احترام به همه دوستانی که این گزارش رو چه در افغانستان مطالعه می‌فرمایند، چه در ایران مطالعه می‌فرمایند، یه نکته ساده ای رو بگم. من نه غرضم این بوده که مهمات برای توپخانه کسی مهیا بکنم و نه علاقه‌مندم از این گزارش به عنوان مهماتی برای توپخانه استفاده بشه. این گزارش بیش و پیش از هر چیز یک گزارشیه که میخواد یک آینده بهتر از الانی رو ترسیم بکنه. خواهش میکنم موشکافی ریزی در این گزارش اگر میشود به منظور این نباشد که ما خواسته باشیم یک اهداف برای این گزارش رو تأمین بکنیم و من مطمئنم دوستان همچون نظری رو ندارن، ولی دلم نمی اومد این رو ازش عبور بکنم. من معتقد به این هستم که این گزارش باید از دید کانستراکتیو و سازنده مورد ارزیابی قرار بگیره، از دیدی که میخواد مشکلات گذشته رو مرتفع بکنه. و این رو من یک بار هم در کابل عرض کردم، هر رابطه امنیتی سازنده نیاز به ایده های قانونی و جدی داره. این ایده ها باید توسط هم دولت هم دوستانی که در دولت نیستن تولید بشه. در نتیجه این گزارش زمینه تولید ایده های سازنده رو میخواسته فراهم بکنه. من خواهشم این از این گزارش برای حمله به ایران یا در ایران برای حمله به افغانستان استفاده نشود. من استدعا دارم قاضیانه که این گزارش به عنوان کار کسانی که دلمشغولیشون عبور از ناامنی فعلی است در نظر گرفته بشه. من نخواستم ناامنی فعلی رو به نوعی بازتولید و یا عمیق بکنم. هر نوع معضلی در روابط بین ایران و افغانستان نخبگان افغان باید بدانند و نخبگان ایران، هر نوع معضلی در این روابط به طور مستقیم در روابط هر کشور اثر گذار. در نتیجه من این خدمت رو خاتمه میدم با تکرار و اکوی آن چیزی که خدمتتون عرض کردم. این گزارش رو به عنوان یک تلاش برای بهبود روابط تلقی بفرمایید و سعی بکنیم به من دوستان دیگه در این استیتیوت کمک بکنیم تا بتونیم روابط رو از شکل فعلیش به شکل انشاءالله سازنده ای جلو ببریم. این یه نکته پایانی که من دارم و به نظرم میاد مهم و کلیدی هست، تک منافع ملیه. من استنباطم اینه که منافع ملی و امنیت ملی هر دو رابطه ای هستن. هیچ کدوم از این دو مفهوم یک مفهوم خرد و خلاصه در یک کشور نیستن. برعکس تصور غالب متفکرین هم افغانستان هم ایران، امنیت
یک مفهوم ریلیشناله و منافع هم یک مفهوم ریلیشناله. اینا هر دو در سایه روابطن که موضوعیت پیدا میکنن. عزیزان من، منافع افغانستان و منافع ایران باید در یک تحنه مورد دقت و نظر قرار بگیره. آیسولیت کردن این دو از هم دیگه یه مشکل بنیادینه که من دوست دارم این رو متذکر بشم به تمام دوستان. ما در دوتا کشور استنباطمون اینه که منفعت یک امریست کاملا مجزا از دیگران، در صورتی که منفعت هم شکل‌گیریش در جمع موضوعیت پیدا می‌کند و هم اجراش در جمع موضوعیت پیدا می‌کند. پس بنابراین منفعت افغانستان و منفعت ایران در گروه فهم رابطه ایست که بین این دوتا کشور وجود داره. از آثار خوب این گزارش اینه که به حمدالله برعکس چیزی که ما خیلی فکر میکردیم، وضع ما هم خیلی بدی نیست. خیلی خوب میشه این وضعیت رو به یک وضعیت خیلی بهتر انشاءالله جلو برد. این گزارش هرچه نقاط مبهم درش وجود داشته باشه، ولی این نقاط مبهم بر یک استوانه بسیار بسیار مهم قرار دارن و اون این هست که ما دوتا کشور حداقل در دید نخبگان افغان نوع رابطه با جمهوری اسلامی ایران نوع رابطه این نیست که اونها رو آزار بده. ازش مشکلاتی دارن، ازش گرفتاری هایی به ذهنشون میرسه که اینها همه قابل عبوره. از اینکه تصدیع وقت شما رو کردم عذرخواهی میکنم. از برادر عزیزم جناب دکتر مرادیان که همیشه به عنوان یک عزیز تلاشگر و دلسوز افغانستان فعالیت داشته سپاسگزارم که همه مرارت ها و سختی های این گزارش رو با لبخند خودشون همیشه شیرین میکردن و آسان میکردن و امیدوار به این هستم که در آینده نزدیک ما بتونیم یه کاری رو هم در زمینه فهم نخبه ایرانی از روابط با کشور عزیز و دوست و برادر افغانستان داشته باشیم و در سایه این دوتا رو با همدیگه مقایسه ای بکنیم و تلاشی رو داشته باشیم تا فردای بسیار بهتر و زیباتری رو برای این روابط ترسیم بکنیم. با سپاسگزاری، خدا حافظ شما. خیلی ممنون جناب دکتر. امیدوارستیم شما رو تا آخر برنامه داشته باشیم. در آخر برنامه جلسه پرسش پاسخ خواهد بود. مخاطبین ما شاید پرسش های شما داشته باشند. خیلی ممنون. حالا نوبت میرسه به جناب دکتر علی اصغر داودی. ایشان رئیس دانشگاه تربت جام ایران و هیئت علمی دانشگاه مشهد هستند و فعلا مقیم کابل. ایشان خواهش میکنم که نقدی که بر تحقیق ادراک نخبگان افغانستان و جمهوری اسلامی ایران دارند را بفرمایید. بسم الله السميع العليم. با عرض سلام و ابراز خوشبختی و خرسندی از اینکه توفیق پیدا کردم در این جمع آکادمیک و در این جمع صمیمی حضور پیدا بکنم، مایه خوشبختی است برای بنده و افسوس می‌خورم که چرا اینجور جلسات کمتر هست و ما کمتر توفیق پیدا می‌کنیم در چنین محافلی حضور پیدا بکنیم و از نزدیک یک دیالوگ و گفتگویی رو با دوستان پژوهشگر افغانستانی داشته باشیم. البته بنده افتخار دارم که نزدیک 8 سالی هست به عنوان مدرس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان و همینطور بعضی از دانشگاه‌های دیگر افغانستان حضور داشتم و این رو به عنوان یک سابقه درخشان در زندگی خودم میدونم که تونستم از نزدیک با زیست فرهنگی، اجتماعی و فکری دوستان افغانستانی آشنا بشم و با دوستان خیلی خوبی در اینجا مراودات فکری و در واقع علمی داشتم که این برای بنده یقیناً جزو افتخارات در طول عمرم خواهد بود.
مسئله همکاری های علمی بین ایران و افغانستان به نظر من یک ضرورت هست، اینکه ما بتوانیم درک علمی و درستی از این مناسبات داشته باشیم بر کسی پوشیده نیست، همونطور که هم جناب آقای دکتر سردار رحیمی اشاره کردن، هم جناب آقای دکتر چگنی زاده مطرح کردن، این یک ضرورت تام هست. تا به حال هم یک سری پیشنهاداتی و برنامه‌هایی رو ما مطرح کردیم که اگر دوستان پیشگام بشن در این زمینه کارهای مشترک انجام بگیره که جای بسی خوشبختی است که این استارت زده شده و این کار شروع شده. البته همونطور که آقای دکتر رحیمی هم در جریان هستن، بنده هم یک کاری رو قبلا شروع کردم در ارتباط با همین موضوع و کاری رو تحت عنوان نگرش نخبگان افغانستانی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان رو انجام دادیم که اون در واقع حالا نتایجش هنوز منتشر نشده و برام جالب بود مقایسه میکردم دیشب نتایج حاصل از این پژوهش رو با کاری که خودمون انجام دادیم، یک سری تفاوت‌هایی هستش و در واقع یافته‌های حاصل از این دو پژوهش تقریبا دو چیز مشابه ولی در بعضی از حوزه‌ها کاملا متفاوت رو نشون میده که حالا اگر چون فرصتی در اینجا نیست فرصتی بود اون تحقیق هم رونمایی بشه و نتایجش عرضه بشه، به نظر من با مقایسه با این کاری که انجام شده میتونه خیلی راهگشا باشه. از اونجا که من قرار هست به عنوان منتقد باشم، درسته نقش در واقع نقاد رو داریم و نقاد هم نقش جلاد رو داره، معمولا باید ساتور رو برداره، چاقو رو برداره و به یک شکلی موشکافی بکنه و نقاط ضعف و نقاط قوت رو پیدا بکنه. وقتمون هم خیلی محدود هست، در قالب 10 دقیقه نقد کردن چون این اثری واقعا کار دشواری هست. من ابتدا اجازه میخوام نقاط قوت کار رو بگم و بعد هم چند نکته در ارتباط با روش کار و محتوای کار دارم که اونها هم به عنوان حالا نقد در پایان خدمتتون عرض بکنم. حقیقتاً کار بسیار ارزشمندی است، کار بسیار خوبی انجام شده، زحمت زیادی بابت این کار انجام شده، موضوع بسیار مهمی رو مد نظر قرار دادن دوستان و اون رو مورد واکاوی قرار دادن، موضوع بسیار کاربردی است که اگر نتایج حاصل از این گونه تحقیقات به شکل علمی و درست استخراج بشه و ارائه بشه به سیاستگزاران و دستندرکاران امور سیاسی و فرهنگی اقتصادی اجتماعی میتونه خیلی راهگشا باشه در حل معضلات و مشکلاتی که فیما بین دو کشور برادر وجود داره. در خصوص اهمیت کار هم آقای دکتر سردار رحیمی هم خود آقای دکتر چگنی زاده در بحثاشون مطالبی رو مطرح کردن که دیگه من خیلی به این مسئله نمیپردازم و هرچه از اینجور کارها بیشتر انجام بشه واقعا جا داره و میتونه کمک بکنه هم به محافل آکادمیک که درک مثبت‌تر و مطلوب‌تری نسبت به هم پیدا بکنن، هم به سیاستگزاران و سیاستمردان در دولت مردان میتونه راهکارهای علمی خوبی بدهد برای بهبود و ارتقای روابط. اینکه به شیوه خیلی عالمانه و روشمند اون هم به صورت یک کار پیمایشی این کار انجام شده یک نقطه بسیار قوت هست. کارهای از این دست توی افغانستان کم انجام شده، نمیگم انجام نشده، یقینا کارهای خیلی خوبی انجام شده. تو همین جمع دوستانی که الان هستن فریختگانی هستن که کارهای خیلی خوب در زمینه مسائل مختلف افغانستان انجام دادن، ولی که کسی به صورت پیمایشی و به یک متد و روش علمی بیاد روابط دو کشور رو مورد واکاوی قرار بده و به صورت عینی داده‌ها و فکت‌هایی رو از درون جامعه در بیاره و اینها رو بیاد با بحث‌های تئوریکی که در این زمینه وجود داره تلفیق بکنه، این حقیقتش نقطه بسیار قوتی است که در این کار وجود داره. عرض بزرگتون که خب یافته این کار هم که اومده و در واقع به نوعی مطرح شده و در واقع دستبندی شده در حوزه‌های مختلف، حالا عرصه‌های اقتصادی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و همینطور بحث‌های حالا سیاسی امنیتی، اینا در واقع خیلی یافته‌های ارزشمندی است که انشالله مورد توجه قرار بگیره. خود شخص آقای دکتر چگنی زاده با اون سابقه و سابقه علمی، شخص آقای دکتر سردار رحیمی با اون سابقه علمی که داشتن و دوستانی که در مجموعه در واقع مرکز مطالعات استراتژیک یا حضور داشتن و حمایت کردن و کار رو انجام دادن، میتونه بر اعتبار این کار بیفزاید و حداقل برای مخاطب این اطمینان خاطر رو ایجاد میکنه که کار به یک به صورت روشمند و به یک شیوه متد علمی کار انجام شد. اما
از بحث‌های مثبت به نکات مثبت کار که بگذاریم، من یک نگاهی داشته باشم به بعضی از مشکلات حالا جزئی که در این کار هستش. معمولاً در بحث نقد یک اثر علمی سه تا موضوع مهم مد نظر هست. یکی مسائل شکلی است که در کار وجود داره، یکی نقد ساختار کار هست و یکی هم نقد محتوا هست. خوشبختانه به لحاظ شکلی مشکل چندانی در این کار دیده نمیشه و الحمدلله عقلات تایپی چندانی دیده نمیشه و رعایت موازین در واقع روش تحقیق و پژوهش انجام شده، جز یک سری موارد خیلی جزئی هستش که حالا اونا به قول علما یغتفر، قابل بخشش هستش، حالا میشه اونا رو بعداً اصلاح کرد. من جمله در معادلهای انگلیسی که در پایین مرتمده در واقع به صورت مسلسلوار اومده که اگر تو هر صفحه از یک شروع بشه تا آخر بهتر هستش، یا به صورت مثلا بعضی جا فارسی خورده بعضی جاها انگلیسی خورده، اگه یک دست بشه اینها خیلی مطلوب‌تر میشه. چند تا غلط تایپی و املایی تو کار بود که البته برای چنین کاری در واقع نباید وجود داشته باشه، گرچه در کارهایی از این دست اینا خیلی طبیعی هستش، امیدوارم اون هم مورد بازنگری قرار بگیره. اما به لحاظ ساختاری، ساختار کار به نظر من با یک کار روشمند میدانی مقدار تفاوت داره. ببینید در کار روش کار میدانی معمولا ما 5 تا فصل اساسی رو داریم. در فصل اول میایم کلیات رو مطرح میکنیم، مسئله رو طرح میکنیم که مسئله چیه، پرسش ما چی هست، دنبال چی هستیم. در فصل دوم میایم پیشینه موضوع رو بررسی میکنیم که دیگران در ارتباط با این موضوع چیکار کردن، پیشینه هم نظری موضوع رو هم پیشینه تجربی کار رو میایم بررسی میکنیم. در فصل سوم معمولا تو کارهای میدانی میایم بحث روش شناسی رو مطرح میکنیم، روش به کار رفته در پژوهش رو توضیح میدیم. و بعد در فصل چهارم یافته‌های تحقیق رو عرضه میکنیم که در واقع محصول یافته‌های ما چی هستش. و در فصل آخر که فصل پنجم هستش میایم نتیجه گیری میکنیم و به یک شکلی یافته ها رو میایم به بحث میذاریم، به اصطلاح بررسی میکنیم و با فرضیه‌مون تطبیق میدیم که آیا فرضیه رو تایید کرد یا رد کرد. این ساختار در این پژوهش به این شکل رعایت نشده، یعنی در واقع فصل‌بندی کار رو نگاه بکنید به گونه ای است که ابتدا طرح مسئله کرده و به پیشینه اصلا اشاره نکرده، فقط در قالب یک جمله اشاره کرده که قبل از این کاری انجام نشده. حالا شاید آقای دکتر شگنیزان، آقای دکتر سردار رحیمی و دوستان دیگر ممکنه که با کارهای از این نوع مواجه نشدن، ولی حداقل من دو سه تا کار رو دیدم، البته در قالب کارهای در واقع دانشجویی بوده، پایان‌نامه‌ای بوده که انجام شده یا کاری که خود من در این زمینه انجام دادم، البته خب منتشر نشده که دوستان ببینن. به نظر من میشد به لحاظ پیشینه موضوع یک فصلی رو اختصاص داد و در واقع به یک شکلی پیشینه کارهایی که در این زمینه انجام شد، اگر انجام نشده بود هم اونجا توضیح داده میشد که این کارها انجام شده، این نقص و نقیصی درشون وجود داره و حالا ما میخوایم در واقع با انجام این کار اون نقیصه رو برطرف بکنیم. بحث‌های نظری اومده در چارچوب یک فصل در واقع مجزایی که میشد در قالب اون پیشینه این کار رو کرد و آورد. اینجا لازم میدونم باز به یک نکته مثبت دیگر کار اشاره بکنم و استفاده از چارچوب نظری خیلی خوب در این تحقیق هستش، به خصوص که آقای دکتر اومدن از مباحث روانشناسی استفاده کردن و کمتر ما توی حوزه علم سیاست و روابط بین الملل به لینک و پیوند بین بحث‌های روانکاوی و روانشناسی با مسائل سیاسی پرداخته شده و این کار خیلی خوب اومده با بررسی مباحث نظری مربوط به حوزه روانشناسی و حوزه روابط بین الملل پیوند داده با مباحث مربوط به رابطه ایران و افغانستان. این نقطه باز قوت دیگری است، اما اینو میشد در قالب یک فصل مجزایی در واقع بیاد. و مهمتر این که ما توی فصل روششناسی، اینجا باز فصلی به عنوان فصل روششناسی نیامده، خیلی زیل یک فصل دیگری بحث روشی رو اومده مطرح کرده که جامعه آماری رو نگفته چند نفر هستن، فقط اومده به اساس الگوی کوکران گفته که حجم نمونه ما 720 نفر زارن هستش. من حرفم اینه که این حجم نمونه رو بر چه مبنایی؟ یک جامعه آماری بعد شما داشته باشید که بر اساس اون جامعه آماری بیاد این حجم نمونه بگیرید. تعداد جامعه آماری شما چقدر بوده؟ آیا شما آماری از نخبگان افغانستانی داشتید؟ به خصوص به اون معنای موسع و در واقع وسیعی که از مقوله نخبگان اینجا در نظر گرفته شده که هم دستندرکاران سیاسی هم تحصیل کردگان علوم سیاسی و حوزه روابط بین‌الملل و غیره رو در بر میگیره،
آیا شما آماری داشتید که بر اساس اون آمار بیایید حجم نمونه رو تعیین بکنید؟ چون هر جامعه آماری اصلا مشخص نیست چه تعداد هستش. بعد بحث شیوه نمونه‌گیری کار هستش که اینجا اومدن در واقع حالا به صورت خوشه‌ای تعیین کردن چند تا ولایت خاص رو مد نظر قرار دادن. نزدیک 30 خورده‌ای ولایتی که در افغانستان هست فقط بودن 7-8 تا ولایت رو مد نظر دادن. آیا تعمدی در این کار بوده؟ چرا این کار صورت گرفته؟ چرا ولایت دیگر مد نظر قرار نگرفته؟ یا بحث این که در واقع برای من خیلی جالب بود آمارهایی که توی کار هستش در مورد مثلا بحث قومیت، تعداد قومیت ها. بله خب ببینید بحث قومیتی که اینجا مطرح هستش، تعداد افراد پشتون تاجیک مثلا 34% پشتون ها بودن، نزدیک 20 خورده ای مثلا تاجیک ها بودن. این بر چه مبنای شکل به سبب دست؟ آیا به صورت تصادفی بوده یا اینکه به صورت حساب شده شما رفتید ولایت های خاصی رو مورد کاوش قرار دادید، مورد پرسش قرار دادید؟ اینا چیزایی است که ابهام داره برای مخاطب که اگر این توی بحث روانشناسی می اومد توضیح داده میشد به نظر من خیلی مطلوب تر. نحوه انجام کار، اینکه پرسشنامه چطوری، این پرسش ها از کجا به دست اومده. ببین بحث های نظری که در تحقیق میاد، این بحث های نظری یک چوکات و چارچوبی رو تعیین میکنه که ما از دل اونها فرضیات خودمون رو، اون گویه ها رو، اون سنجه هایی که میخوایم اون رو بسنجیم، اون در واقع فرضیات رو بسنجیم، استخراج بکنیم، بعد اینا رو تبدیل به پرسش بکنیم، این پرسش ها رو بدیم به مخاطب و بعد چطوری این پرسش ها توضیح شده، چه کسانی رفتن اینا رو توضیح کردن، به چه روشی، آیا عالمانه بوده نبوده، اینا باید داره مخاطب دل روشن بشه که در این پژوهش هیچ عنوان اینها پرداخته نشده که به نظر من جا داره. تو بحث مثلا اعتماد سازی، گرچه پرسش های مربوط به اون شاخص های مربوط به اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیر اومده که مخاطب میتونه متوجه بشه که پرسش ها چه بوده است، ولی در بحث اعتماد سازی معلوم نیست چه پرسش هایی رو پرسیدن که در نهایت به اون نتایج دست پیدا کرد. یک سری اشکالات اینجوری تو کار هستش. عرض بزرگتون که نکته دیگری که من اینجا عرض بکنم خدمتون اینه که در پایان اومده نتایج استحصال شده، گفتن این درصد مثلا نگرش مثبت داشتن، نگرش منفی داشتن، اما جا داره در تحقیقات از این نوع علتیابی بشه. اگر در یک جایی مثلا نگرش به سیاست‌های مذهبی مثبته، چرا مثبت بوده؟ اگر نسبت به سیاست‌های اقتصادی مثلا یا سیاست‌های امنیتی منفی هستش، این علت رو حداقل میشه بحث کرد، در واقع توضیح داد. به نظر من اون کار تحلیلی دقیقی که روی این آمار بعد انجام، آمار همینطور رها شده، آمار اومده عرضه شده و تحلیل اینها به خود مخاطب واگذار شده. به نظر من جا داشت که اون محققین محترم یه مقدار در مورد نتایج تحلیل میکردن، یه مقدار علل رو، حداقل حدسایی که خودشون در ارتباط با این آمارهای متفاوت داشتن رو بیان میکردن، برای مخاطب خیلی قابل استفاده تر بود و جای ارائه راه حل و پیشنهادات مناسب برای این کار خیلی خالی هست. حالا اگر این اعتماد کم شده و نیست، چه راهکارهایی رو شما پیشنهاد میکنید؟ راهکارهایی که از دل خود کار برآمده باشه و بتونه راهگشا باشه برای کسانی که بخواهن این مشکلات رو به نوعی حل بکنن. و یک نکته دیگر هم عنوان هستش که به نظر من عنوان خیلی گویا نیست. ببینید ادراک نخبگان افغانستان از جمهوری اسلامی ایران، ببینید جمهوری اسلامی ایران یک کلیتی است، همه چیز رو در بر میگیره، در حالی که شما آمدید نگرش رو نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال افغانستان سنجیدید. این متاسفانه بین اون کاری که شما انجام دادید و محتوا و این عنوان که ذهنیت رو میبره به سمتی که نخبگان افغانستان از کلیت جمهوری اسلامی چه درکی و چه ادراکی دارن، این دوچار یک نوع اشتباه میکنه و به نظر من جا داره که عنوان تصحیح بشه، حداقل با آوردن مثلا روابط یا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان یک عنوان دیگری که بتونه این ابهام رو برطرف بکنه. البته نکات دیگری هم هست که میتونستم خدمتتون عرض بکنم، چون وقت کمه، من به همین میزان بسنده میکنم، ولی در مجموع کار بسیار ارزشمنده، بسیار قابل استفاده هستش. امیدوارم که این سرآغاز کارهای علمی بیشتر در آینده به وسیله نخبگان هم ایران و هم افغانستان باشه. با عرض تشکر. خیلی ممنون جناب دکتر داودی. حال فرصت باز است، میتونه که پرسش‌ها را بگیریم. به خاطر از یک از وقت استفاده بهینه داشته باشیم، میشه مجموعه از 3-4 پرسش را یک جا با هم کرده و باز با پاسخ بپردازیم. جناب سفیر صاحب باش. به نام خدا.
قبل از هر چیزی به سهم خودم مراتب تسلیت خودم و بابت تراژدی این هفته در کابل و خصوصا جامعه رسانه‌ای به افغانستان عرض میکنم و متاسفم بابت اتفاقی که افتاد. نکته دوم اگه اجازه میفهم من اینجا بیستم که نکته دوم من میخوام تشکر بکنم از تمام کسانی که زحمت کشیدن در انجام این تحقیق. یک کار نوعی، یک اتفاق جدیدیه و باید طبقات خودمونو متناسب با این اتفاق جدید تنظیم بکنیم. یه پدیده‌ای نیست که به کرات اتفاق افتاده باشه، آزمون و خطا شده باشه و همونطور که جناب آقای دکتر داوودی اشاره کردن نقاط ضعف و قوت شناسایی شده باشه. ما بخوایم با توجه به این پیشینه یک ارزیابی کامل و دقیق داشته باشیم. بنابراین فهم من اینه که در عنوان کار جدید و نو کار خوبیه، به نقاط به یک در واقع یافته های این تحقیق دست پیدا کرده که ممکنه یک تصویر بزرگ از هدف مورد نظر ما رو ارائه بکنه، ممکنه ارائه نکنه. ما نفس کار رو به عنوان کار ارزشمند بعد مورد توجه قرار بدیم و خیلی وارد جزئیات نشیم. خود من وقتی که این تحقیق رو مطالعه کردم شاید در مورد بعضی از سوالاتش ابهام داشتم، شاید مثلا تو بعضی از حوزه‌ها کثرت سوالات منفی در مقایسه با مثبت میتونست مطرح بشه، یا سوالاتی که اصلا خونسا بوده، یا بعضی جاها خیلی موضوعات شاید دیده نشده، توجه نشده. ولی همه اینا رو گذاشتم به عنوان اینکه یک اتفاق جدیدی داره شکل میگیره و این اتفاق جدید رو باید حمایت بکنیم که در آینده تقویت بشه، مستمر ادامه پیدا بکنه و بتونه کمک بکنه فضای مناسبی رو برای تصمیم سازان و تصمیم گیران دو طرف آماده بکنه. این گزارش شاید لزوماً اون تصویر کاملی که همه ما توقع داریم از وضعیت ایران در ادراک نخبگان افغانستان پیدا برده باشه نباشه. واقعش اینه. من از این زاویه دارم به پدیده نگاه میکنم و از این زاویه تشکر میکنم هم از جناب آقای دکتر رحیمی، سرکار خانم تشیار که تشریف میتونن، استاد عزیزم جناب آقای دکتر چگینی‌زاده که انصافاً یکی از اندیشمندان خوب جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف هستن و من افتخار در واقع شاگردیشون رو هم همیشه داشتم و خواهم داشت. نکته دیگه که میخوام من عرض بکنم، شما در این تحقیق ادراک نخبگان راجع به فهم سیاست‌های دولتی خواستید. تو سیاست‌های دولتی همه چی کشف نیست. بخشی از مسائل پنهانه که لزوماً بین دولت‌ها گفتگو میشه، خصوصاً تو حوزه امنیتی. من یک مورد خدمتتون عرض می‌کنم. عنوان نمونه، داعش یک دغدغه است در منطقه ما در افغانستان. البته شما غیر از داعش طالبان رو دارید، 20 گروه دیگه تروریستی رو هم دارید، اما یک دغدغه مشترک داعش بوده. خب ما اومدیم و یه بخشی از اطلاعات غیر آشکار و پنهان رو توسط سیستم‌های یا سرویس‌های امنیتی مبنی بر چگونگی انتقال بعضی از اعضای داعش از مناطق دیگه به داخل افغانستان در اختیار سیستم‌های امنیتی افغانستان قرار دادیم، اما هیچ جا ذکر نشده. من برای اولین بارم از طرف اینو ذکر میکنم. همین موضوع میتونه تأمین پیدا بکنه در بخشی دیگه از سیاست ها. بنابراین یک موردی که وجود داره اینه که تو حوزه دولتی همه چی درست یا غلط، همه چی روی صحنه نیست، روی میز نیست که قابل ارزیابی و قضاوت باشه. بخشی از موضوعات انصافا پنهانه. حالا اون تعدادی از عزیزانی که مسئولیت های دولتی داشتن چه در حوزه های امنیتی چه در حوزه های اجتماعی کاملا واقف هستن که لزوماً همه موضوعات اینچنینی به روی صحنه نمیاد. نکته دیگه که به نظر من قابل توجه اینه که این گزارش نشون داد که ما چقدر فضا و کار برای انجام دادن داریم و چقدر راه نرفته داریم که بایستی ازش استفاده بکنیم و در واقع با تکمیل این مسیر نرفته رو طی بکنیم. و مهمتر از همه اینه که وقتی که صحبت میشه که تحقیق در مورد
دو طرفی انجام میشه که یک پیشینه تاریخی، تمدنی و فرهنگی دارن، ما باید به یک نکته دیگه هم عنایت داشته باشیم. اون نکته اینه که همه چی تو در قالب دولت‌ها نباید ببینیم. ما باید بدونیم که در واقع بستر حرکت دولت‌ها ملت‌ها هستن و باید سعی بکنیم که این تعامل بین ملت‌های دو طرف رو هر چه بیشتر فراهم بکنیم و همه چیز رو از زاویه دولتی نگاه نکنیم. نگرانی جناب آقای دکتر چگنی‌زاده هم به نظرم میاد از منظری که خودشون نگاه کردن شاید قابل درک باشه. به هر حال در بعضی از حوزه‌ها نتیجه بررسی عزیزان و محققان گرامی مثبت نیست. هرچند از نظر من این بیانگر تصویر کامل و تصویر بزرگ نیست، اما به هر حال نتیجه این تحقیقی که وجود داره. ما باید بدونیم وقتی که وارد حوزه‌ای میشیم و کاری رو آغاز میکنیم حتما با مشکلاتی مواجه هستیم، ولی وقتی که هدف گذاری میکنیم برای کار بزرگتر حتما بعد مشکلاتش هم بپذیریم و بدونیم که برای دستیابی به اون هدف گاهی اوقات ممکنه نامالایماتی هم وجود داشته باشه، سختی هایی هم وجود داشته باشه. من به عنوان سفیر میپذیرم و از کاری که دوستان انجام دادن حمایت میکنم، ازشون تشکر میکنم و فکر میکنم که قدم اولیه خوبی رو برداشتن و امیدوارم که جناب آقای دکتر مرادیان و همکارانشون کمک بکنن به این که این فهم مشترک نسبت به همدیگه توسعه پیدا بکنه، در همه حوزه ها جاری و ساری باشه. خیلی متشکرم از اینکه فرصت به من دادین صحبت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتان بخیر. در حقیقت حالا چاش شد آقای مرادیان. من تشکر میکنم از جناب دکتر مرادیان و همکارانشان که چنین کار بزرگ علمی انجام دادن. انشالله این روند ادامه پیدا بکنه. نکته‌ای که جناب آقای دکتر داویدی اشارت کردن کار ما را آسان ساختن و اشارات جناب سفیر به اکمال رساند. من رو جناب آقای سفیر هم سفیر به سین من بودم و حالا نیستم، اما سفیر و ساد هستم همیشه و همیشه. من چند تا نکته می‌خوام اشارت کنم. یک تعریف نخبه، چون من متن را نخواندم از آنچه که جناب آقای دکتر رحیمی و هم در حقیقت هیئت رئیسه اشارت کردن است. نخبه چی تعریف دارد؟ با توجه به اینکه جامعه ما یک جامعه پیشامدرن است و چالش های جامعه پیشامدرن همه فریختگان می شناسند، گرایش های ایدولوژیک، معرفت های بناستار و قیده و قیده. زمانی که آماری که ارائه شد برای من تعجب برانگیز بود. به این علت این آمار با توجه به معرفت های قناستار، با توجه به کنش های گوناگون در حوزه کلام و غیره و غیره، این آمار نشان نمیده که شما در چی بستری از نخبگان مصاحبه کردید. که جناب آقای دکتر داودی هم اشارت کردن، اشارت جناب سفیر هم، جناب آقای دکتر ورامی هم به همین. قسمت دو، رابطه افغانستان و ایران و 12 کشور دیگر که در یک حوزه فرهنگی و تمدنی قرار داریم، رابطه دولت و دولت تنها نیست. یعنی مشروعیت رابطه افغانستان با آمریکا، چین، جرمنی، عربستان سعودی و دیگران رابطه دولت به دولت است. اما رابطه ما با کشورهای چهاردهگانه همسایه از سینکیان تا بیری سیا در یک دوایت و از ایالات متحده هرات دکتر مرادیان تا آگرا دیلی، در حقیقت ما رابطه یک عمیق و ژرفای تمدنی فرهنگی داره. بنابراین اگر مشروعیت رابطه ما با کشورهای دیگر مبتنی بر اراده دولت مردان باشه، اما رابطه ما با کشورهای در حوزه تمدنی قرار داریم، به خصوص رابطه ایران افغانستان، تنها منحصر به اراده دولت مردان است. نقش ملت ها، ارتباط دیرینه ملت ها و هویت یگانه فرهنگی و تمدنی مردم افغانستان و ایران، مردم افغانستان، تاجیکستان، کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان و غیره نشان میده که نقش ملت‌ها بسیار مهمه. نکته دیگر به همین علت، من نکته رابطه افغانستان با کشورهای همسایه از وستفالی، معاهدات وستفالی شروع نمی‌کنم. مگر چون ما هم در این میدان کارهایی کردم، به زودی کتاب چاپ خواهد شد. باورم نیست که ما باید و پس وستفالی بپردازیم. دورانی که بحث حقوق بشر جدی شده، دورانی که امنیت واحدهای سیاسی با هم دیگر در سطح جهان گره خورده و بالاخره بازتاب هایی که در دهکده جهانی امروز ریزش میکنه در تمام اراده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. و همین علت نیست که چون 1648 بسیار دور است، ما پایان قرن 19 باید بپردازیم به این سخنها.
و من از اون جایی که متن نخواندم به همین علت باور به این دارم که در هر تحقیق میدانی یا کتابخانه‌ای بحث افغانستان ایران به عنوان دولت از پایان قرن 19 و آغاز قرن 20 شروع میشه. ما قبل از اون ما یک مردم بودیم و قبل به اصطلاح ماکس ویبر از جامعه گپ نمیزنیم، از اجتماع گپ میزنیم. اینجا نکته دیگر است که امیدوارم که در متن چون من نخواندم داوری نمیکنم. بنابراین نکته اول آمارگیری که ارائه شده، چون بستر نخبه و نخبگان من نمیشناسم، باید بخوانم کتاب که نخبگان کی بودن، از چی جا بستر به اصطلاح کنشگرانه به اصطلاح جامعه پیش آمده که در افغانستان گرایش راستگرایانه، چپگرایانه، سکولاریسم دین ستیزانه، سکولاریسم عرفی و بالاخره و بالاخره یک عالم گرایش داره. این نخبگان سر تا پای این گرایش هست. ما تا زمانی که این گرایش ها نشناسیم و نخبار در متن این گرایش تشخیص ندیم نمیتونیم به این آمار اعتماد کنیم. چیزی که جناب آقای دکتر چگینی زاده فرمودن بس آسیب شناسی گذاشته واقعا بسیار مهم است. رابطه افغانستان به ایران و 12 کشور دیگر رابطه مقطعی در یک برهه خاص نیست، یک رابطه بسیار دیرینه و تاریخ است. از نه با شیراز دارد ربط های معنوی قصه بسیار است. من در اختصار آوردم بنابراین آنچه که در گذشته واقع است با همه هویت یگانه فرهنگی و تمدنی در عین زمان ما از نظر هویتی سخت دچار تنازو هستیم. بحث تقسیم و مفاخر بین ایران و افغانستان یک بحث فردی هست که من به او نمیپردازم که وقت تنگاتنگ است. بنابراین تنازوی هویتی در حوزه هویت فرهنگی و تمدنی کافی است که ما با تاریخ ادبیات افغانستان و ایران مراجعه کنیم. تاریخ کافی است که در نهایت با مقاله اقبال عباس هاشمیانی که بحث تقسیم و مفاخره مطرح میکنه ببینیم و دغدغه ها و نگرانی دو جانبه که هنوز و هنوز ما در چارچوب مرزهایی میاندیشیم که مرزها در حقیقت مرزهای تحقیقی علمی نبوده. از این جهت امیدوار به این هستم که چنین کارهای ادامه پیدا کنه، یعنی یک حالت پارادوکسیکال، یک حس پارادوکسیکال است. از یک طرف این کار بزرگ تمجید میکنم، در عین زمان از او جایی که هر کار علمی میتونه تاثیرگذار باشه و جریان ساز باشه نگرانی ما ایست که هر متن علمی که مبتنی بر واقعیت نباشه، به قول جناب آقای دکتر چگینی به اصطلاح مبتنی بر واقع گرایی و ژرفهای واقع گرایانه با یک دید بسیار واقع گرایانه و معنای اخص واقع گرایی نباشه نمیشه. و اون دغدغه و نگرانی هایی که نقد بسیار زیبایی که آقای دکتر داویدی از نظر روش شناسی کردن که به جای خود که انشاءالله ما هم اگر بخوانیم به اون نتیجه رسیدیم، برای آقای دکتر داویدی میگیم دست مریضا، اگر نرسیدیم باز با اونا یک دست میدیم یک مچ میدیم ببینیم چه اتفاق میفته. روز روزگار خوش باد. میشه یک پرسش دیگه هم داشته باشم، اما اگر خواهش بکنم لطفا پرسش رو مختصر بگیم فرصت به هم باشه. استاد رفعت. با درود، پژوهش غنیمت است در کل و با اهمیت، اما اگر از این عنوان آغاز کنیم به نظر آقای چگینی زاده این که گفتن ادراک نخبگان، اگر به طور مثال آشنایی نخبگان عنوان می بود خب شاید از کنار نخبگان هم با مسامحه می توانستیم بگذاریم، اما وقتی صحبت از ادراک است ایشان بهتر از من می دانند که ادراک بر پای شناخت علمی استوار است نه شناخت احساسی. حالا وقتی به شناخت علمی می رسیم، یعنی شناخت ادراکی، باید به جمعیت آماری که نگاه میکنیم 18 سالگان را شامل میشه، دیپلوم و فوق دیپلوم، چی فکر میکنیم؟ آیا یک دانش آموز میتونه که به شناخت ادراکی دست پیدا کنه؟ اگر البته از استثناء بگذاریم یا فوق دیپلوم، حتی در سطح لیسانس هم تا اندازه به شناخت ادراکی نزدیک میشه. بیشتر شناخت ادراکی در سطح ماستری و دکترا و اینها هست. از این لحاظ فکر میکنم که عنوان اگر ادراک به معنای علمیش که خب حالا اثر علمی هست واکاوی کنه شاید یک مقدار دچار مشکل بشه. در بحث نخبگان هم در پاورقی در یک جای توضیح داده شده، اما فکر میکنیم که
آن توضیح بتانه قانع کننده باشه در مورد این که نخبه را در بر بگیره وقتی باز به جمعیت آماری میرسیم که در جای مشخص شده سطح تحصیل و اینها. نکته دیگر هم در روش پژوهش است که بر اساس تحقیق کمی و با روش پیمایشی. این تحقیق در دو حوزه صورت گرفته، یک بخش علوم تجربی است اما یک بخش عمدهش علوم انسانی است. آقای دکتر چی فکر میکنند؟ آیا تحقیق کمی با روش پیمایشی که بیشتر میتونه در علوم تجربی مصداقای دقیق تری داشته باشه در حوزه علوم انسانی آیا این کافی است؟ یعنی بهتر نبود که حداقل در بخش علوم انسانی از تحقیق مختلط استفاده میشه، یعنی کیفی هم شامل میشه، شاید با تحقیق کیفی بعضی از آن ابهامایی هم که آقای دکتر علی اصغر داودی فرمودن امکان رفعش بود. تشکر. خیلی ممنون. جناب دکتر چکمیزاده صدای ما رو دارین؟ از صدا رو خیلی ضعیف و بد است. یکی از مشکلات هم بود که اکثر فرمایشات عزیزان رو خیلی منقطع می شنیدم. حالا به اندازه‌ای که شنیدم که این وسط چیزایی رو یادداشت کردم. فقط دو مورد بر شما تذکر دادن میشه اگر شنیده باشین در اون مورد پاسخ بدین. که مسئله نخبگان بود که شما عملیاتی نساخته بودین، تعریف شما از نخبه چی است، و مسئله دیگه هم امی عنوان بود که واژه ادراک و تفاوت از او با شناخت، و سوم هم فکر میکنم مسئله جامعه آماری شما بود. حالا من اولین چیزی که از صحبت آقای دکتر داودی شروع کنم، شنیدم یک پرسش هایی راجع به شیوه نمونه‌گیری جامعه آماری پرسش ها، و بعد جناب سفیر سوال های منفی رو بهش اضافه کردن. همه اینها تو متن پاسخ داده شده و من خواهشم اینه که یک بار دیگه دوستان مراجعه بکنن. اگر ما در اونجا چیزی رو از قلم انداختیم حتما به ما گوشزد بکنن تا اضافه بکنن. اما در خصوص بحث عزیزان توجه داشته باشن، این گزارش یک گزارش کمی به معنای متعارف و متداولی که وجود داره نیست. این گزارش بر اساس نگرش و تئوری هستش که جرویس در روابط بین الملل ارائه داده است. در نتیجه از این نوع کارها آقای دکتر داودی توی ایران که نه، توی خیلی از کشورهای منطقه ما از جرویس استفاده ای برای فهم روابط بین کشورها نشده. ما سرچ زیادی انجام دادیم و در جمهوری ایران هم اول که شاید سوالاتی دیگه هم گفته شد از این منظر بشه پاسخ داد. این نگرش یک نگرش دولت محوره. این نگرش دولت رو به عنوان بازیگر اساسی در روابط امنیتی میشناسه. اگر ایرادی هست به این نگرش هست، اگر نیست هم این نگرش ایرادی نیست. این نگرش خیلی به نظر من مهم و اساسی بوده، چون کنش امنیتی رو عمدتاً در سایه رفتار دولت باید مورد توجه قرار داد. از این نظر اگر عیبی هست، عیب به معنای کلمه به تئوری هست که ما اون رو استخدام کردیم. اون تئوری تصویر در یک کشور رو
مبنای کنش اون امنیتی اون کشور قرار میده و سعی کردیم این رو در گزارش ارائه بدیم. اگر مشکلی هست بر ما ببخشید. این شیوه آقای دکتر داوودی توصیف محوره، علت یابی نمی کنه، علت رو در فاز دیگه‌ای مورد جستجو قرار میده، فقط در گام اول توصیف از این تصویر رو موضوعیت بهش میده و ما سعی کردیم توصیف رو ارائه بدیم، سعی کردیم این رو بدیم. و همین هم آقای دکتر و دوستان عزیزی که سوال فرمودن، در عنوان وقتی جمهوری اسلامی ایران گفته شده بر اساس این مبنای تئوری، به مجموعه ای از سیاست‌ها جمهوری اسلامی گفته می شود. جمهوری اسلامی ایران موجودیتی ورای سیاست‌های اعلامی و اعمالی خودش نیست. اون نکته‌ای که جناب سفیر فرمودند که به نظر من یه نکته بسیار خوب بود، این نشان از این میده که ما در خصوص سیاست‌گذاری‌های خودمون لازمه یه ابعاد جدیدی رو هم به کار خودمون اضافه کنیم که بتونه این نوع از اطلاعاتی که ایشون گفتن امروز رو فید بکنه در جامعه نخبگی افغانستان، که این جامعه تصویری رو که از ایران پیدا میکنه یه تصویر اکیوریت باشه به قول معروف. اگر این تصویر اکیوریت نیست جناب سفیر، دلیلش اینه که شاید کارگزاران جمهوری اسلامی ایران نتونستن نحوه داد و ستدشون با نخبگان افغان رو به لحاظ اطلاعاتی سامان بدن و این خودش یه گیر و گرفتاری هست که بایستی مورد توجه واقع بشه. در نهایت میخوام این رو خدمت دوست، من اون پرسشگر آخری رو فی الواقع هیچی نشنیدم چه فرمودن، اگر چیزی رو از صحبت ها جا گذاشتم من رو ببخشین. من یه آدم سنتی هستم، من وقتی میخوام یک کتابم بخونم نمیتونم این کتاب رو، باید حتما کاغذ باشه، کاغذ رو مطالعه بکنم. حالا من سنتی رو شما آوردین گذاشتین توی یه جایی که نه صدا رو میشنوه نه میتونه هیچ نوع درکی از جلسه داشته باشه، حالا میخواین من به همه چی هم جواب بدم، عذرم رو بپذیرین. من یه آدم بسیار بسیار کهنه و سنتی هستم و از این نوع کارهای مراودات علمی چندان خبرگی ندارم. خیلی از سوالات ممکنه زمین مونده باشه، من عذرخواهی میکنم، ولی به نظرم میاد اگر کار رو از دو منظر بهش نگاه بکنیم کمک بکنم. منظر اول که این یه تئوری روابط بین الملله که داره تو این کار عرضه میشه، نه یه روش پژوهش کمی. روش پژوهش کمی رو ما به استخدام یه تئوری درآوردیم. این رو یه دقت نظری بهش بفرمایید. یه نکته ای رو در گزارش خیلی صریح من گفتم و اونم اینه که دولت در افغانستان به عنوان یه موجودیت مهم و کلیدی در کنش‌های امنیتی افغانستان مورد توجه ما واقع شده. حتی اونجایی که آقای دکتر داوودی توصیه هم کردیم، توصیه ما بوده موجودیت دولت در افغانستان از طرف ایران باید مورد تقویت قرار بگیره. اگر دوستان این یک جمله ما رو به عنوان گزاره کلیدی این گزارش مد نظر قرار بدن، خیلی از موضوعات حل میشه. نظر ما بر اساس همه گزارش و یافته‌هاش این بوده که آینده روابط امنیتی ایران و افغانستان در رو به روی کردی از ایران است که بتواند دولت در افغانستان را تقویت بنماید. با عرض پوزش اگر سوالی دوستان داشتن و من نشنیده بودم بر من ببخشن. دکترم کار تو آسان کرد، هر جا که نخواهن جواب بدن میگم نشنید.
من هیچ صدایی ندارم. ما سلام تقدیم میکنم، بسیار خوشحالم که به چنین محفلی بتونستم اشتراک کنم و ما از آقای دوست ما که از ما دعوت کردن آوردن آقای مهین تشکر میکنم که این تصادف افتاد. برای ما بسیار جالبه. ما نویسنده زبان و ادبیات و سیاست دیم. ما سال 61 از فاکولته انجینری قبول فارغ شدم از رشته آرکیتکچر. به همون سال 1361 بود که استاد وظیفه داد که شما در مورد رنسانس اروپا که به مسلک ما ارتباط داشت باید مطالعات داشته باشید. ما به کتابخانه پوهنتون یا دانشگاه کابل مراجعه کردم و اونجا رفرنس به شکل کارتوتیک بود. الماری بسیار کلون گریشته بود و ما همه از اینا به حساب حروف سل میکردم تا همی کتاب خورم به دست شد. خوشبختانه به دست شد. یک چیزی که توجه بود به همین رفرنس جلب کرد این بود که هرچه که ما کتاب میپولیدم تلیفات از ایران بود به زبان فارسی، یا تلیف بود یا نویسندگی بود یا ترجمه بود. و خوشبختانه که همین کتاب که ما کردیشتم به چند جلد اطور بود و برگردان از این یا مترجم از این به اندازه مقبول نوشته کرده بود که به قول آقای سعید حقیقی اگر شروع میکردیم باید ختم میکردیم. وی هم طوری بود که کتاب از کتابخونه باید بیرون نمیشد و بعد وقتا که میخوندم آخرین نفر بودم و هم ساعتای نو بیگر که صدا میکرد که شما نبیدیم. من گفتن هنوز وقت در گفتنه ده بیگر بس دارم. چیزی که توجه ما جلب کرد که اولم گفتم این بود که از می تعداد رفرنس هایی که ما بتونستم به او زمان 61 تقریبا 30 چند سال پیش برآورد کنم، ما خیال میکنم که بیش از 90% داشته های کتابخانه کابل و همین رفرنس از مطبوعات ایران. اگر ما 10% از اون برآورد تخمینی که میکنم درست بود کتاب میکنم از افغانستان بوده باشه، باز از می 10% اگر رو صد بگیریم شاید بیش از 98% از این به زبان فارسی بود نپشتون. و این برای ما بسیار وحشتناک بود که ما در کجا قرار داریم. گپ آقای سفیر برای ما جالب واقعی شد که راه نارفته هنوز بسیار است. اگه این راه ما صد انتخاب بکنم آیا ما یک رفتیم تا حاله، نیم متر رفتیم، ده متر رفتیم، تا کجا؟ ما به خصوص برای آقای مرادیان و دوستای از این قبیل نویسنده‌های محترم که کتاب ها اکثریت کتاب هایی نوشته کردن من بخوندم، از سیاه سپید اندرون تا کتاب آقای عظیمی و دیگه کتاب ها من اکثرا میخونم، لیکن آدم فال بی اصلا نیام. من میخوایم همین زمینه همین ساحل چی رقم ما وسعت ببخشیم که همون مقیاس که من از 80 یا 90% مطبوعات ایران یافتم، ما افغان ها هم بتونیم پژوهش ها خود به همون سویه به پیش ببریم. تمام تمرکز گپ همه این گیه که همین مؤسسات چی دولتی چی غیر دولتی این زمین ها رو مساعد کنیم که این پژوهش ها هم به همون مقیاس که ما آرزو داریم یا شما آرزو داریم به اون طرف بریم. من از شما تشکر میکنم که خوش را داشتیم. ممنون شما. نام عبدالبشیر شیوای. به نام خدا عرض ادب دارم و سلام خدمت عزیزان و تشکر میکنم از تیم تحقیقاتی انستیتوت مطالعات استراتژیک. من فکر میکنم که بعضی وقتا در تحقیق با دروغهای مواجه میشیم که اگر ارائه نکنیم یا درنگ نکنیم یا به اون نپردازیم یک کار بسیار زشتی در تحقیق صورت گرفته و یک مقدار دروغ گفتیم. بیم یک مقدار بحث را چنین باز کنیم که در روابط ملت‌ها و دولت‌ها دروغ‌هایی هست، دروغ و کذبی هست که محقق بعضی وقتا
ممکن که به اون نپردازه. من از سال 59 مهاجر ایران هستم تا امروز. خوب بلدم با لهجه ایرانی هم صحبت کنم، ولی ترجیح میدم با فضای عمومی رو در نظر بگیرم. تحقیق خوب بود. من در چارچوب نظریه پیربردیو میخوام بحث کنم. ما وقتی بحث میکنیم که ما سرمایه مشترک فرهنگی دارد جمهوری اسلامی ایران و افغانستان، در این سرمایه فرهنگی مشترک و این سرمایه تمدنی مشترک، چرا هموار جمهوری اسلامی ایران به گفته پیربردی و نگاه طبقاتی به ما دارد؟ این نگاه طبقاتی چرا روی این میدان مشترک فرهنگی تأثیر گذار است؟ این برای من خیلی مهمه، بسیار مهم است که ما در این حال که در یک میدان یا فیلد مشترک هستیم و دارای گرایش های مشترک هستیم، این نگاه طبقاتی همواره روی گرایش تأثیر گذار است و یک نگاه از بالا به پایین چرا همواره صورت گرفته؟ این را چرا پاسخ نباید بدیم؟ چرا به عنوان یک پرسش بزرگ یا بیگ کوئسشن چرا بون نپردازیم؟ من معتقدم که در میدان مشترک فرهنگی، سیاسی و تمدنی و در روابط افغانستان و ایران، نگاه ایران یک نگاه طبقاتی بوده همواره به جانب افغانستان و این با پژوهش‌ها و تحقیقاتی که صورت میگیره و با تجربیات عینی که هست شما میتونید درست مشاهده کنید. این مشاهدات را چنین میتونید که به دست بیارید. میپردازم به تحقیق. همین تحقیقی که صورت گرفته، عنوان تحقیق کیفیست. وقتی بس از درک است، یادم از تفهم ماکس وبر میاد. این نگاه تفهمیست. شما میخواید فهم بین‌الذهنی را کشف کنید. محقق داره میپردازه که این کسانی که این حرفا رو میزنن چقدر درک دارن. این یک کاملا مشخص از عنوان که دقیقاً یک تحقیق کیفی است. حالا آمار در کجا نهفته است؟ آماری است که شما چند نفر را گرفتید و افکار اینا رو دارید میگیرید. آمار در اینجا فقط خودش رو متظاهر میسازه و نشان میده، نه اینکه شما خواسته باشید این علتها را کد کنید و بگید چند علت اینا. این آمار علتها را کد کنید. خب به هر صورت تحقیق خب دقیقاً در افغانستان خب پیشینه ضعیف داره. من واقعا به عنوان یک شهروند افغانستان باورمند به این هستم که بزرگانی در افغانستان بسیار کار تحقیق کردن، از جمله جناب دکتر آرزو که سمت استادی بر من داره و من احترام خاصی به ایشان دارم و دوستان دیگری مانند جناب مرادیان و عزیزان دیگر و دکتر رحیمی که سمت استادی بر من داره. اما امیدوار هستم که این تحقیق مقدمه باشه. من نوشته‌ای دارم میخوام کمی اضافه کنم. این ممنون، بسیار معنا داره. ممنون. بعضی وقت من تحقیقی دارم در قسمت مهاجرت. یک کسی که از 59 مهاجر شدم در ایران و فرایند جامعه پذیری خود در ایران طی کردم با تناقضات و پارادوکسیکال است. یعنی از طرفی من باید در جامعه ایران وانمود میکردم که این جامعه از من است. من دارم دیگه بالاخره طی میکنم این فرایند را، اما از جانبی هم این هاپیتوس ها و گرایش ها و کنش ها و تقابل های اجتماعی داره به من میگه تو نیستی از اینجا. در صف نانوایی هم به من میگه، در داخل اتوبوس هم داره میگه آقا شما از یک طبقه دیگه هستی، شما مهاجری. در حوزه سیاست هم، در حوزه کار هم دقیقا با مشکلات برخورد میکنه. امیدوارم که از تحقیق که در قبال مهاجرت انجام دادم در ایران، انستیتوت مطالعات استراتژی دکتر مرادیان رفیق من به من قول داده که دقیقا میتونیم از استفاده کنیم. بسیار تشکر، ممنون از شما. فقط یک یک لطفا به جناب دکتر رحیمی و دکتر داودی میتونیم که اگر نظر داشته باشین ابراز کنیم. سلام مجدد. استفاده بردیم از صحبت هایی که همکار و استاد عزیز ما جناب دکتر داودی داشتن، از صحبت جناب سکی، جناب دکتر آرزو و جناب استاد رفعت و همه عزیزانی که صحبت کردن و به درستی هم نقاط در واقع ضعفی رو که وجود داشت یا خالیگاهی که وجود داشت برجسته کردن. من تا چند نکته بسیار خلاصه در از زمان یک دقیقه گفتن. یکی اینکه فرمت یک کار گزارش راهبردی است و طبیعتاً در این فرمت باز او شکلیاتی رو که عنوان کار تحقیقاتی و پژوهشی میاد ممکنه که خیلی رعایت نشده باشه. دوم که فرمت فرمتی است که انستیتوت مطالعات استراتژیک تهیه کرده و فرمت رو در واقع در همه تحقیقات خودش رعایت میکنه. به مخاطر اگر میبینیم که بسیار از موارد در واقع به او شکلی که باید در فرمت کار تحقیقاتی مطالعاتی یا پایان‌نامه به نیامده،
یه به خاطر دو مسئله است که گزارش را آوردی است و دومی که فرمتی است که انسیت مطالعات استراتژیک در روی از او کار میکنه و در سایر تحقیقات دیگرشان مطالعات پژوهشی دیگرشان را رعایت میکنه. دوم در مورد بحث اعتماد و شاخص اعتماد فرمودن دکتر داودی، شاخص اعتماد بر اساس همو گویه هایی که در چهار حوزه امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در واقع تعیین شده بود بر اساس همو سنجیده شده، یعنی چیز پرسش های جداگانه این نبود، از طریق از همو پرسش ها و تمرکزی که بر اونها بوده در واقع شاخص اعتماد دیده شده. نهایتا این که ما خوش نداریم که در واقع بگیم که همه چیز رو از نگاه دولت میبینیم، اما متاسفانه دولت ها سایه سنگینی دارن در روابط بین کشورها و ملت ها. جنگ رو دولت ها به وجود میارن نه ملت ها. امنیت رو هم در واقع دولت ها ضامنشان هستن، خصوصا در کشورهای جهان سوم. اما اگر ما نگاه ما به کشورهای اروپایی و مدرن باشه، طبیعی است که به میزانی که ملت ها توانایی کنترل دولت ها رو دارن، رابطه ملت ها معنی پیدا میکنه. اما به میزانی که دولت ها نقش پررنگی رو دارن در شکل دهی به ملت ها، خصوصا در کشورهای پس از جنگ، جهان سوم، کشورهای پس از استعمار، این دولت است که مهم است، چه ما بخوایم چه نخواهیم. تشکر. و جناب سفیر هم مواردی رو در بحث پرسشنامه مطرح کردن که موردی بود که من میخواستم بگم، فرصتی نشد. من یه پیشنهاد دارم اگر دوستان موافق باشم، چون بحث جنرالایز کردن یا تعمیم پذیری کار قابل در واقع تشکیک هست، یعنی که ما میتونیم یافته‌های این تحقیق رو جنرالایز بکنیم، تعمیم بدیم به کل نخبگان افغانستان یا کل جامعه افغانستان، خب طبعاً در این خصوص میتونه مشکلاتی وجود داشته باشه. در کنار این کار، همونطور که جناب استاد رفعت هم اشاره کردن و بعضی از دوستان، یک کار کیفی هم انجام بگیره، یعنی چند نفر به صورت مشخص از نخبگان افغانستان مشخص بشن، مصاحبه کیفی و معناکاوانه انجام بگیره و ماحصل اون کار کیفی در کنار این کار کمی قرار بگیره، تطبیق داده بشه، تا بعد اون مثلا گپ ها و شکاف هایی که وجود داره اینها بتونه حر بکنه. اینو من برای دوستان پیشنهاد میکنم که زحمت کشیدن توی مسیر حتی یک کار کیفی اینجوری هم انجام بدن تا تکمیل بکنه کارو. حالا در بحث های روششناسی و اینها بحثایی هستش که من خیلی ورود پیدا نمیکنم. جناب استاد چگونی هم نکته درستی رو فرمودن که ما به معنای در واقع روش تحقیق متداول در حوزه علوم اجتماعی نخواستیم ورود پیدا بکنیم، از منظر رادمینا خواستیم روش رو در خدمت نظریه بگیریم. این قابل تأمل هست، ولی خب این توی سند هم آقای دکتر رحیمی فرمودن که سند راه بردی هست، حداقل من در چند جا دیدم که جای پژوهش بعض جا مقاله، در این مقاله، در این پژوهش، من متوجه نشدم که بالاخره این مقاله هست، این پژوهش هست، قراره که به صورت مقاله نتایجش جایی منتشر بشه یا پژوهشی است قراره به نخبگان داده بشه، نخبگان تصمیم گیری بکنن. این مشخص نبود برای من. خب میتونم اونطور که اشاره کردن اگر سند راهبردی باشه به یک شکل ارائه بشه، اگر قرار باشه این در اختیار عموم قرار بگیره، اگر بخواد در محفل آکادمیک مطرح بشه، خب فرمت و شکلش میتونه متفاوت باشه. در بحث نتایج البته آقای دکتر چگنی اشاره کردن که نتیجه کلی و توصیه کلی حمایت جمهوری اسلامی از تقویت یک دولت مرکزی قوی در افغانستان، این کلیتش خوبه، ولی در این مسیر چه کارهایی برای زدودن اون در واقع ابهامات یا اون نگاه منفی که الان در صحبت‌های بعضی از دوستان، آخرین فردی که من اسمشون یادم رفت، که نگاه منفی وجود داره توی جمهوری اسلامی ایران، بوده دوره بوده، یک ذهنیتی داره، خاطراتی داره که او رو اذیت می‌کنه. بعد نیست من اینم خدمتتون عرض بکنم، چندی پیش با بعضی از دوستان هم خواستیم این دارالامان رو دیدن بکنیم، رفتیم اونجا، یکی از این سربازا اونجا بود، سیم خاردار بود، داشتیم می‌رفتیم تو، گفتن که کجا می‌رید، گفتیم داریم می‌ریم داخل دارالامان رو ببینیم. گفت کجایی هستید؟ گفتیم ایرانی هستیم. گفت نمی‌تونید بیاد. گفتیم چرا نمی‌تونید بیاد؟ گفت چون من ایران بودم، من تو ایران اذیت کردن. خب یک ذهنیتی در او بود، حالا ممکنه که در یک جایی سر صف نونوای چیزی هم بهش گفته باشن، تو ذهنش مونده بود. حالا در کنار جنبه‌های مثبت دیگر رو شاید دوستان نبینن، این همه سال، این همه مهاجر اومده، این همه پذیرایی شدن، این همه، خب اینا رو ممکنه نبینن، ولی همون نکته منفی تو ذهنشون باشه و بیان چیکار بکنن، مطرح بکنن. خیلی مهمه که ما بتونیم چطوری در جهت توصیه‌های عملی، در جهت زدودن این افکار و این اندیشه‌های منفی بتونیم انجام بدیم. منظورم از توصیه اینها بود که حداقل جناب سفیر بدونن که اگه بخوان این ذهنیت رو عوض بکنن، چه کارها و قدم‌های مثبتی رو در این مسیر بردارن یا تصمیم‌گیران دیگری که در جمهوری اسلامی ایران نوعاً اصلاحی میکنن. ببخشید. خیلی ممنون از اشتراک گرم همتون. محفل همینجا به پایان میرسه.